که از روزگار پیشا تاریخی آغاز شده بود، با روند چندین هزار سال هم‌آمیزی‌اش با سنت‌های تصویری آسیای غربی در الگوی ایرانی عصر هخامنشی تبلور یافت. در صحنه‌ها و پیکره‌های هنر تصویری عصر هخامنشی نوعی آرامش و وقار حاکم است و برخلاف برخی نقش برجسته‌های آشوری در تخت جمشید از خشونت و وحشت نشانی نیست. پیکره‌های هخامنشی به سبکی نو که جلوه ای سه‌بعدی دارند کنده‌کاری شده. بدنها همه از پهلو اما چشمان از روبرو نشان داده شده است. گرچه از نقاشی و دیوارنگاری این دوران چیزی به جایی نمانده، ویژگی‌های هنر تصویری هخامنشی را میتوان در نقش برجسته ها و آجرهای مینایی لعابدار این دوران جستجو کرد و شناخت. هنر دوران هخامنشی درست زمانی که اسکندر بنا به روایتی عالی‌ترین جلوه های آن را طعمه نیستی می ساخت به اوج کمال رسیده بود. از زمان به قدرت رسیدن سلوکیان جانشینان اسکندر تا روی کار آمدن دولت اشکانی و مدتها بعد از آن یونانی کردن ایران هدف فاتحان مقدونی و یونانی بود. این تلاش گرچه به ظاهر در ماده و شکل توفیق یافت، اما هرگز در روح و فرهنگ ایرانی کارگر نیفتاد. قدیمی‌ترین نمونه‌های نقاشی ایران پیش از اسلام را می‌توان در این دیوارنگاره‌های اشکانی کوه خواجه واقع در جزیره‌ای در میان دریاچه هامون سیستان دید. این تصاویر که با رنگ‌های متنوع و با خطوط سیاه شکل‌ساز و بدون سایه روشن روی گچ نقاشی شدند کاملاً تزئینی بوده، با وجود پیروی از سنت‌های تصویرگری مسطح و دو بعدی شرقی ایرانی متأثر از هنر یونانی اند. نمونه‌های دیگر از این نقاشی‌ها را می‌توان در دیوار نگاره‌های شهر باستانی دورا اوروپوس در سوریه دید. صحنه‌هایی از شکار و سواران جنگجو که در آنها سبک نقاشی یونانی ایرانی به خوبی دیده می‌شود. این گرازها که از نیزار بیرون می‌زنند، این گوزنها که چهار نعل از پیکان شکارگر می‌گریزند، این سوار زره پوش سنگین اسلحه ایرانی که نیزه بلندی به دست دارد، و این صحنه شکار از سده دوم میلادی نمونه خوب دیگری است از همان سبک و سیاق. شکارگر کمان کشیده سوار بر اسب در پی آهوان رمیده است، الگویی که در نقاشی‌های ایرانی دوران اسلامی مکرر استفاده خواهد شد. این دیوار نگاره که در دورا اوروپوس در معبدی پالمیری پیدا شده از سده اول میلادی است. دو کاهن و یک خدمتکار به هنگام اجرای مراسمی خاص دیده می‌شوند. پیکره ها و چهره ها در نمای روبرو خشک و با صلابت ترسیم شدند و نگاه عمیق کاهنان به سوی لایتناهی است. روبرو نمایی ریشه در آثار قدیمی تر ایران از جمله در مفرق های لرستان دارند که این بار در دوران پارتی
در رابطه با هنر چهره نگاری اهمیتی ویژه یافته است. در این نقاشی از بعد سوم خبری نیست، روشی که در زیباشناسی طبیعت گریز نقاشی ایرانی طی قرنها همچنان پایدار می‌ماند. زوال دولت اشکانی، تجدید حیات سیاسی و فرهنگی ایران را سلسله ای دامن زد که کانون آن ایالت فارس بود. ساسانیان از اقوام پارس و ایرانی بودند که 400 سال تا ظهور اسلام بر ایران حکومت کردند. ساسانیان بانیان بزرگ شهرها به شمار می آیند. شهرهایی چون گندیشاپور، ایوان کرخه، فیروزآباد و همین بیشاپور. دیوار بناهای ساسانی همه از قلب سنگ و آجر ساخته می شد، با پوششی از مرمر حجاری شده یا گچندود، با نقش‌های زیبای گیاهان و جانوران و خطوط هندسی و درهم، متأثر از هنر رومی. کف بناهای مهم شهر، کاخها و خانه ثروتمندان پوشیده از موزاییک‌های رنگی و ظریفی بود با تصاویر گوناگون انسان و حیوان که از رومی‌ها فرا گرفته بودند. این تصاویر از ترکیب خرد سنگ‌های الوان که از روی نقشه و طرح کنار هم می‌چیدند فراهم می‌آمد. اوج هنر دوران ساسانی اما در نقش برجسته‌های آن متجلی است. این نقش برجسته‌ها که یادآور سکون توأم با وقار و آرامش نقش برجسته‌های هخامنشی است، همچون پیشینیان خود هدفی جز به رخ کشیدن قدرت، شرح جنگ‌ها و فتح‌ها، مقام و منزلت فرمانروایان و غلبه خیر بر شر ندارند. هنرمند ایرانی این بار به تقلید از نقش برجسته‌های رومی دست به حجاری تصاویر گروهی می‌زند. در صحنه‌های شکار، در صحنه‌های نبرد، در توصیف مراسم رسمی و در صحنه‌های دیهیم‌گیری از اهورامزدا، این نقش‌ها را ما بارها و بارها در مقیاس بزرگ در نقش برجسته‌ها و در اندازه‌های کوچکتر بر روی دیوارها و سطح ظرف‌های نقره‌ای و بافته‌های این دوران می‌بینیم.